سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز. آقا من اومدم در رابطه با تست های غلطی که میزنی و بلد نیستی صحبت کنم. بچه تو رو خدا توی کنکور تستی رو که شک داری نزن. اولین قدم، اولین گام که ما یاد گرفتیم اینه که شما توی کنکور یه تستی رو بلدی، خب جواب میدی مثل همیشه. یه تستی رو بلدی، جواب میدی. یه تستی رو بلد نیستی، جواب نمیدی. حالا این خودش هم چند تا رکن داره. اگه میخوای ترازت بره بالا، اگه میخوای درصدت بره بالا، این رو باید رعایت کنی. من نمیدونم، طرف میگه من تست رو نمیخواستم از دست بدم، گفتم بزنم شاید درست در بیاد. درسته چی در بیاد عزیزم؟ درسته چی در بیاد؟ خیلی عجیبه. من اینو از اول سال به بچه های مشاورمون گفتم، از اول سال به خدا 16 یا 17 دقیقه وایس دادم بهشون و تک تک موارد توضیح دادم، اینم توش بود. وقتی که یک سوالی رو میبینی سه تا حالت برات پیش میاد: یا 4 تا گزینه رو بلد نیستی، رد بکن، شانسی بزنی باختی، شانسی بزنی باختی عزیزم، یا 3 تاشو شک داری، یکیشو یا انداختی دور یا مطمئنی مثلا اون حالا اشتباهه یا کلن یک گزینه رو رد کردی. خب اونم باید بندازی دور، یعنی اصلا نباید تستو بزنی. ما میگیم اولین قدم برای بالا بردن تراز بالا بردن تعداد تست های درست نیست، بلکه پایین آوردن تست های غلطه. آقا من اینو 100 بار بهتون بگم، تأثیرشو توی کنکور وقتی دیدم که سال پیش شاگردم گفت که آقا من نمیخوام دیگه کنکور بدم و عذرخواهی کرد و از مشاوره انصراف داد. 2 ماه خونده بود، رفت دی ماه کنکور داد، 10% زد، نخون، رفت برای تیر ماه. گفتم باشه، تو که نمیخوای کنکور بدی، میخوای وارد بازار آزاد بشی، فقط تست غلط رو نزن. آقا اصلا من نمیگی مهم نیست برام کنکور. گفت باشه چشم. رفت 30 شد درصدش، 30%. الان دانشگاه روزانه است، 30% شد الان دانشگاه روزانه است. یعنی اصلا به طرز عجیبی نخوند. تعداد تست های غلط رو باید بیاری پایین در وهله اول، نه اینکه در وهله اول درست ها رو ببری بالا. 2، اگر تستی داشتی که بین 2 تا گزینه شک داشتی، توی این حالت باید یه دایره دور اون تست بکشی بری سراغ بعدیا، نه اینکه نزنیش، برو سراغ بعدیا. تستات که تموم شد دوباره برگرد روی این. اگر تونستی درصد اطمینان تو به 75% به بالا برسونی، بگی من میگم 75% گزینه 2 درسته، 3 غلطه، ولی یه جا خوندم اون 20% باقی مونده احتمالاً گزینه 3، میتونی با ریسک خودت به سوال جواب بدی. یعنی میگم 70-80% مطمئنی که گزینه 2ه. آره اون تایم ها با یه سری شرایط خاص و ریسک پذیری خودت میتونی، ولی حتی من هم باشم اگه 60% حتی اطمینان داشته باشم روی یه گزینه و 40% روی گزینه بعدی، اون تست رو هم نمیزنم، فقط اونی رو که مطمئنم میزنم. این راه و رعایت کن ببینم درصد کنکورت از 20% نمیشه 40% یا نه.